برنامه ریزی داشتن برای فروپاشی شوروی قبل از فروپاشی تمام دانشمندا شناسایی شده بودن هنگام فروپاشی تمام اینا فرستاده شدن اون طرف آب که بعدا روسیه ی پوتین نتونه اینا رو دوباره استفاده کنه اگه خواست دوباره شوروی خیز برداره به سمت گذشتش دیگه امکانش فراهم نباشه همزمان داشتن به این کار میکردن دولت ورشکسته شوروی میخواد خصوصی سازی کنه کارخونه ها رو به کی باید بفروشه کی باید بخره آدمای خودشون خریدن برید ببینید تو ماجرای واگذار کردن و خصوصی سازی که در شوروی صورت گرفت در زمان یلسین کیا صاحب صنایع شدن عمدتا یهودیای روسیه یعنی این اون برنامه ریزی است 15 میلیون جمعیت یهودی کل کره زمینه. شما دقت کنید لاکام یه،, یه،, واحد جاسوسی تو رژیم صهیونیستی بود لاکام لخم ابریشا میگن این مسئول جاسوسی علمی بود چطور بشه دانش رو از کشورهای دیگه دزدید آورد موارد اینها در ایران در مورد دانش بومی کشاورزی ما اومدن انتقال دادن بردن یعنی رفتن سراغ پیرمرد 80 ساله آقا تو بدون کود شیمیایی چه جوری محصولت انقدر خوب نگه میداری آقا میگفته تو زمستون دقت کنید تو زمستون باغ تو قرقاب کن تو یه تایم خاصی این داکیومنت مستند نشده دانش تجربه این آدم بوده ببین چی بوده ماجرا توی زمستون بسیار از این حشرات برمیگردن میرن تو خاک توی زمستون یه تایم خاصیه باید غرقاب کنی غرقاب یعنی انقدر قشنگ آب بایسته این چی بوده ماجرا اون تایم خاصیه حاج آقا شما میفرمایید این هواشو خودم میدونم یه درجه خاصی از سرماس میدون چه درجه بوده که آب پیوند هیدروژنی تشکیل چه اتفاقی آب میرفته توی زمین پیوند هیدروژنی تشکیل میداده فشار می آورده و خاک رو برای اینا پوک می کرده تو زمستون که اینا بهار نیاز به شخص زدن هم نداشتن اینو کی رفته مستندش کرده اونوریه و حالا اروپا از این تولید دانش میکنه